بشه مشم نسل و نسلی اختراسی بالان و مشم مشاق یعقوب دوستان عزیز شالوم پاراشای ویشلخ هستیم طبق اورحیم حقادر صحبت میکنیم فصل لام دالت در مورد دینا خب میبینیم که در پاسوق سیزده شروع میشه که دینا میره تو خیابون میره ببینه تو اون شهری که هستن شهر شخم چه خبر هست اونجا فردی به نام شخم میاد و که رئیس شهر بوده رئیس پسر شهر بوده میاد اون رو با کمک بقیه میدزده و بهش تجاوز میکنه اذیتش میکنه میره پیش پدرش که اسمش خمر بوده و بهش میگه که من این دختره رو دوست دارم و میخوام باید زندگی کنم اینها بلند میشن میرن خونه یعقوب و وینو بهش میگن که چه اتفاقی افتاده یعقوب و وینو ناراحت میشه ولی چیزی نمیگه میذاره تا بچه هاش بیان که با همدیگه تصمیم بگیرن که باید چه کار کنن اینجا مسئله ای که جالب هست هارا و رخای مقادش میخواد به ما یاد بده که اگر میخوایم یک نفر رو مجابش کنیم و بتونیم رازیش کنیم باید چه حیله ای استفاده کنیم چه مکری داشته باشیم البته خصف شالم نه که ما اومدیم اینجا بخوایم یاد بدیم به مردم که چنین کاری انجام بدن ولی میخوایم از نظر سایکالوژی ببینیم که برادران یوسف چه نقشه ای کشیده بودن چون این مسئله خیلی مهمه اینا باید بود یه طوری صحبت کنن که واقعا شخن و خمور رو راضی کنن به این مسئله مهمی که میخوان بهشون بگن و بتونن یه کاری کنن که اینها قبول کنن حرفشون درسته که اسم این خمور هست ولی واقعا خر نیست برای اینکه رئیس شهر هست برای خودش عقلی داره پس بنابراین اینا باید بوده یک دسیسه خیلی جالبی درست کنن یک فیلمی با هم دیگه بازی کنن که بتونن شیخم و خمور رو راضی کنن به این مسئله و ما میدونیم که اینها میان چی میگن اینها میان و با عصبانیت شروع میکنن و در توراتن و این ویسه بچه یعقوب جواب دادن و یعنو به شخم اچیخم و را راوی به ما به میرما ما معنی میکنیم با کلک و اگر اون رو نگاه کنیم مینویسه با چی؟ با عقل با هوش به خخمتا یعنی با یک ذکاوت خیلی جالبی تونستن کاری کنن که اینها رو مجابشون کنن و راضیشون کنن و دب برو ولی عصبانی خودشون رو نشون دادن خب عصبانی هستن برای که خواهرشون بهش تجاوز شده میان چی میگن و یوم رو علیهم لونو نخل اسوت دوار از ما نمیتونیم بیایم چنین کاری رو انجام بدیم و به مردی که نامختون هست بیایم و خواهرمون رو بهش بدیم پس اینجا میبینیم که شیمون ولوی این دو تا برادر در فکرشون هست که انتقام بگیرن از شخم و خمور و همچنین از تمام شهر که اون رو به روش صحبت میکنیم و حتی میبینیم که تمام وسایل اونها رو گرفتن قرامت جنگی گرفتن و بردن که رو اون هم سوال هست های مختلفی که رخهای مقادش میپرسن که مردم اون شهر چه گناهی کرده بودن خود شیخم چه گناهی کرده بود پدرش چه گناهی کرده بود و چرا باید بود که وسایلشون و پولهاشون و زندگیشون هم با خودشون ببرن که روی اینها صحبت میکنیم ولی اینجا در درجه اول شیمون و لوی میان با یک دسیسه خیلی مکارانه میان میگن که ما اولا با عصبانیت شروع میکنن مینویسه ویدبرو یعنی خیلی خودشون رو سفت و سخت نشون دادن که ما از چنین, کار... از چنین کاری ناراحت هستیم میدونیم که در تمام دنیا شه و میسود بین نوخ رو باید بوده نگه دارن از زمانی که آدم درست شده ما اسرائیل ها 613 تا میسوا داریم که باید انجام بدیم که به گندن بریم ملت های دنیا 7 تا میسوا هست که باید نگه دارن و یکی از این میسواهایی هایی که باید نگه دارن این که با زن شوهردار نمیتونن برن و این آسور هست و اینجا دوباره روش صحبت میکنیم که مسئله دینا چی بود از اونجایی که دینا مجرد بود و شوهر نداشت به هر صورت شیمون و لوی میگن که ما میخوایم با شما زندگی کنیم بعد اول خودشون رو سفت و سخت گرفتن بعد خودشون رو نرم میکنن و یوم رو علیه میدونیم که هر جا ویدبر بیاد لفظ سخت هست در تو را هر جا ویومر بیاد لفظ آروم هست پس اینا با سختی شروع میکنن که اینها رو یکم بترسونن که شما چرا اومدید به خواهر ما چنین کار نادرستی رو انجام دادید و اون هم میدونستن که چنین کاری آسور هست و بعد گفتن که حتی اگر ما بخوایم که مثلا بذاریم خواهرمون با شما ازدواج کنه با فردی که نامختون هست نمیتونیم ما ما که نمیتونیم مثل شما باشیم چون ما میلا کردیم شما باید مثل ما باشید پس باید اون نامختونی که دارید اون رو از بین ببرید که بتونیم مثل هم دیگه باشیم و اینجا بهشون میگن که اگر شما چنین کاری کنید ما دخترامون رو به شما میدیم نه تنها دینا رو که گرفتید بلکه دخترای دیگه هم داریم به شما میدیم ما هم میایم دخترای شما رو میگیریم و با هم دیگه میشیم یک ملت دوباره اینا هیچ وقت در فکرشون نبود که بخوان برن و با یک ملتی که اصلا از خدا بیخبر هستن بخوان یکی بشن یا بخوان دختر بگیرن و دختر بسونن تمام اینها نقشه و کلک بود که بتونن یه جوری وقت و زمان درستی رو پیدا کنن که بتونن برن دینا رو نجات بدن و بتونن انتقام این کار کثیفی رو که انجام داده بودن بتونن انتقام رو پس بگیرن و ما میدونیم که اینها قبول کردن که برن نه تنها خودشون تمام شهر میلا کنن و در روز سوم ختنه کردنشون که راشیزال میفرماد روز سوم هر دردی سختترین روزش هست مثلا مثلا دم تب میکنه خصف شالوم روز سوم خیلی سخت تر هست یادم هر جرایی که داره خصف شالوم بر مینان روز سوم سخت ترین روز است و دوباره آرومتر تر میشه و اینها روز سوم که در تراته این وقت دو و این ویسه همه تو درد بودن شیمون و لوی رفتن و میدونیم که همه رو تارمار کردن این بچه ای که دوتاشون دوازه سیزده سال طبق عقیده خیلی از خخامیم بیشتر از این سنشون نیست دو نفر رفتن و تمام شهر رو تارمار کردن ولی سوال اورخای مقادش این است که اینها چطوری دو تا بچه تونستن سر این افراد که رئیس شهر هستن سرشون کلا بذارن و حرفشون خریدار پیدا کنه و شیخه و خمور قبولدار بشن که برن تمام شهر و خودشون رو میلا کنن این سال اولشون هست پس اینا دارن کلک میزنن و حراف و رخایی میگه که حرفی که زدن طوری زدن که شخم و خمر بتونن قبول کنن و بر دلشون بشینه خیلی مواقع هست که حرفایی از مردم به ما میزنن میخوان سرمون کلک بزنن به قول معروف ما سرمون شیره بمالن ولی ما میگیم فکر میکنه طرف من نمیفهمم فکر میکنه من از پشت کو اومدم منم میفهمم که داره منو میخواد خرم کنه یا میخواد گولم بزنه قشنگ متشخصه برای من پس اینا اومدن با عصبانیت گفتیم شروع کردن و بعد اومدن آروم شدن ولی خیلی راحت میتونستن بگن که اوکی اینو عیبی ای نداره تقصیر خواهر ما هم بوده نباید بوده بیاد تو خیابون دیگه همینطوریه دختر پسر میبینه پسر دختر میبینه این اتفاقا میفته در دنیای جنگلی که ما داریم زندگی میکنیم اگه میشه فقط دختر ما رو به ما بدید ما خواهرمون رو میخوایم و ما میریم راه خودمون شما برید راه خودتون اگر چنین حرفی زده بودن شخم و خمور چی میگفتن؟ میگفتن ببین اینا میخوان یه بلای سر ما بیارن میگه دخترمون خواهرمون رو بدید و ما میریم کجا میرن اینا؟ اینا تا انتقام نگیرن بلکن نیستن اینا پس اینا نیومدن چنین حرفی رو بزنن بلکه گفتن نه ما علاقه داریم به شما ما میخوایم با شما زندگی کنیم و ما میدونیم که در هر کشوری موقع یک نفر فردی ثروتمند وارد میشه یا یک گروهی که با خودشون پول و طلا دارن برای کشور خوب خرج میکنن و اینجا یقوابینو خیلی گله و رمه داره و اینها حس میکنن که اگر بیاد داخل اینا بشه و دختر بگیرن و بدن با هم دیگه به سا ازدواج پیش بیاد خیلی راحت تر میتونن زندگیشون رو بچرخونن دوستانی که در آمریکا هستن میدونن اگر یه مقادم میره پیش مکانیک یا پیش سیمکش و بهش میگه که این ماشینه چقدر خرجش تا درست بشه اگه میگه دونوری یعنی دونوری یعنی بی خیالش من برات درستش میکنم بدون که داره شیر سرت میماله چون نه قیمت میده نه میگه چقدر خرجشه میگه چی قصد نباشه خیالت نباشه ولی وقتی برمیگردی یه بیل میذاره جلوت بهت پنزار دلار پس برادران یوسف اگر چنین حرفی میزدن میگفتن عیبی نداره شده دیگه ما چه کار کنیم اینا میگفتن حتما یه کلکی دارن ولی اینا با عصبانیت اومدن قلدوری کردن اول گفتن شما به حقی چنین کاری کردید خواهر ما رو تامه کردید اسم یعقوب و وینو که در تمام دنیا با خوبی هست شما مدید لکه ننگی بر اسم پدر ما گذاشتید و به دین وسیله اول یه جوری ترس رو اینا انداختن که بگن نه بابا اینا خیلی عصبانی هستن اینها واقعا ناراحت هستن که بعد شرطی که روش میذارن رو شرطه رو قبول کنه به خاطر هم اینها را بر رخیم میفرماد اگر اینا عصبانیت نشون نمیدادن معلوم بود یک کلکی هست یک دروغی هست مثال بزنیم اگر شما یک نفر یک چیزی به شما فروخته و شما فکر میکنید تقلبی هست موقعی که این جنس رو بر میدارید میرید در مغازه طرف به طرف میگید من بهم گفتن که این تقلبیه تو به من گفته این آلمانیه ولی این چینیه ژاپنیه نصف قیمت هم نمیارزه طرف حالا یا داره راست میگه یا کلک زن خوبیه چه کار میکنه عصبانی میشه میگه یعنی چه حرفا میزنی اسم مغازه من رو خراب میکنی این آلمانیه مگه نمی این رو هم نوشته آلمانیه چرا این حرفا میزنی چرا بی خود داری لاشونار میگی ولی اگه طرف بشینم اونجا بگه نه بابا این واقعا آلمانیه میخوای پس بده نمیخوای نده یا این طور یا اون طور وقتی با آرومی صحبت میکنه و اصلا براش مهم نیست ما میگیم ببین خودش هم ناراحت نشد موقعی که من بهش گفتم این جنست بده اگه واقعا جنسش خوب بود بهش بر میخورد پس این کلکی بود که شیمون به لوی زدن و مسئله دیگه که آرا و رخی مقادش میگن اینا چی گفتن؟ اینا گفتن که اگر شما نمیخواید میلا کنید ای بی نداره ما دو خواهرمون رو بدید میریم و اینجا هر کی باشه میگه نه ما میام جنگ میکنیم ما انتقام از شما میگیریم اگه میذاریم همینطوری قصر شما در برید اصلا گفتن ما اهل دعوا نیستیم ما اهل جنگ نیستیم ما اهل صلح هستیم ما فقط دخترمون خواهرمون رو میخوایم بدید تا بریم ما میریم یه رایدی کاری اصلا به کار شما نداریم و این دیگه کاملا اینها رو راضی کرد کانوینسشون کرد که بگن بله اینا واقعا هدفشون اینه که میخوان با ما زندگی کنن میخوان یکی بشن و خیلی راحت تر این مسئله آسونی نیست را تی که مردها تو این سن به این مسنی که دارن یا هر سنی که اصلا بخوان میلا کنن یا هر کسی عقل داره هوش داره و پیش خودش میگه من برای چی مقصد مردم شهر اونا که زن دارن بچه دارن برای اینا چه فرقی میکنه و این مسئله خیلی مهمه که چنین چیزی رو هم شخم و هم خمر به همه قبول کردن که انجام بدن و میبینید که چقدر اینها راضی شدن از این مسئله که اومدن تو شهر خودشون و به مردم گفتن اینها آدمای خیلی خوبی هستن شلمیم اینها خیلی کامل هستن خیلی ساده هستن نوشته که اینجا تمام بچه هاشون مال ما هست تمام گاو و مال ما هست ما رئیس اینا میشیم اینا اینقدر ساده هستن و بیریا هستند که ما همه زندگیشون رو تصاحب میکنیم ولی ما بعد یه کاری اینها فکر میکنن دارن کلک میزنن میگه ما فقط یه کار بعد انجام بدیم بعد میلا کنیم وقتی دیگه میلا کنیم مثل اینا میشیم یکی میشیم و تمام زندگیشون مال ما میشه خیلی خوبه چنین کاری و میبینیم که در روز سوم همونطور که گفتیم قبلا بیوتام کو دردناک بودن همه ناراحت بودن درد داشتن بچه های یعقوب فقط شیمون و لوی برادرهای دینا شمشیر گرفتن اومدن تو شهر با اطمینان کامل و همه رو کشتن اول مردم رو کشتن و بعد رسیدن به شخم و خمر و شخم رو کشتن خب سال اینجا هست که چرا مردم رو کشتن مردم چه گناهی کرده بودن که باید بود کشته بشن اینها چه مجازاتی داشتن میفرماد آرا و رخیم و قادش که خب این مردم موقعی که شخن و خمر تو قصر بودن مردم همه مسلح با شمشیر ایستاده بودن و نمیذاشتن که اینها برن تو پس تا لوی و شیمون رو دیدن با شمشیر گفتن میریم میکشیمشون عبال هرگه خواه هشتیم لارگو اگه کسی میخواد تو رو بکشه تو اجازه داری اول بکشیش و اینها ش... شیمون ولوی به خاطر دفاع از خودشون تمام مردمی که اونجا ایستاده بودن کشتن و بعد رفتن وارد قصر شدن و این پدر و پسر رو کشتن این یک دلیل دلیل دیگه ای که ایشون میفرمان به خاطر اینکه اینها هم کمک کرده بودن در دزدیدن دینا همون جوری که در توراتن و قدوشا مینویسه اشر تیم دینا به خاطر که اینها دینا رو تامه کردن یک نفر دینا رو تامه کرده فقط شخم هست ولی از اینجایی که اینا هم کمک بودن هر موقع که آدم یادش باشه آدم هر موقع که به گناهی که یک نفر دیگه میکنه شریک هست رانمایش میکنه اونم جز گناه حساب میشه نه که بگه به من چه این روز شبات داره با ماشین میخواد بره سینما میاد به من آدرس میپرسه میگه سینمای فلانی از چه راهی میشه را؟ من فقط بهش آدرس دادم خب توی که آدرس میدی و این سوار میشه طبق آدرس تو میره تو داری بهش کمک میکنی یا بهش میگه آره فلان سینما هست یا فلان فروشگاه امروز حراج داره و این به خاطر تو بلند میشه میره و طرف میگه خب من چیکار کردم اگه تقصیر من بوده نمیخواد نره ولی موقعی که میاد از ما کمک میگیره و ما میدونیم که روز شبات میخواد چنین کاری انجام بده ما هم شریک جرم هستیم همونطوری که مینویسه سوس به رخبو و راما بیا موقعی که مصری ها حمله کردن به مردم اسرائیل در جلو دریا ما میدونیم که دریا باز شد و ملت اسرائیل رفتن بعد مصری ها که اومدن با اسبشون غرق شدن و سوال اینجا است که خب اسب این مصری ها چه گناهی کرده بود هشم باید بود کاری کنه که فقط مصری ها غرق بشن ولی از اون جایی که اسبا حالا یا خواسته یا نخواسته این اسبا این دارن کمک میکنن دارن اینها رو به طرف ملت اسرائیل میارن همون که اینها شریک هستن در کمک کردن به این مصری ها باعث شد که حتی اسبا هم مجازات بشن و اینجا مردم شخه اگر آدمای درستی بودن این هم باید یادمون باشه دوستان گرامی در هر شهری هر اتفاق ناگوار و کسیفی میفته کسی کاری میکنه که نباید انجام بده مردم نمیتونن بگن تقصیر اینه به ما چه؟ نه اگر ما همه خوب باشیم اگه کنیسه هامون پر باشه از شیور برای خانم ها برای آقایون برای بچه ها و همه تعلیم یاد بگیریم حلاخا یاد بگیریم موسار یاد بگیریم که کارمون درست باشه هیچ آدم بدی تو مون نیست و اگر ما بذاریم که نیسامون خالی باشه شیعوریم نباشه و هر کس بگه من آدم خوبیم چه کار به بقیه دارم و اگر افرادی هستن که خراب میشن این تقصیر مسئولین شهر و افراد شهر هست که میبینن میگن آره فلانی چنین عروسی گرفته همه تو هم بودن و هیچی به هیچی نیست تقصیر اونایی هست که رفتن تقصیر اونایی هست که شرکت کردن اگر هر کس بگه اگر این عروسی بخواد این طوری باشه من نمیرم طرف میگه خب این رفیق از دستم ناراحت میشه چرا ناراحت نیستی که هشم ازت ناراحت میشه اون حساب نیست که هشم خود شابرخو صاحب دنیا الان از تو دلگیره پس اگر هممون این طوری فکر کنیم هممون با هم یکی فکر کنیم بگیم تو شهر ما اگر این اتفاق میفته تقصیر هممون هست کما این که موقعی تو تو یک کنیسا خصف شانم یه تورا از دست یک نفر میفته تمام افرادی که اونجا ایستادن باید یقه پاره کنن و باید تعنید بگیرن خب بقیه بگن به ما چه مگه ما تورا رو انداختیم این انداخته باید تعنید بره ولی منی که اونجا بودم تویی که اونجا بودی و دیدی که تورا افتاده معلوم هممون گناهکار هستیم چون اگه گناهکار نبودیم اون روز اونجا نبودیم پس دوستان گرام این که خودمون رو بکشیم کنار و بگیم به من چه هر چی شد تو شب من نه سر پیازم نه تای پیازم به من چه به اینه به اونه ربانیم هستن انجمن شهر هست اینا همش حرفایی که ساده از گفتنش ولی در آخر روز به قول معروف at the end of the day. ما همه این وظیفه رو داریم که در هر شهری که زندگی میکنیم سعی و کوشش خودمون رو بکنیم جدیت کنیم که هر چه تا میتونیم لاشونهره ها کمتر باشه به صفر برسونیمش اگر خانم ها تو کنیسه با هم صحبت نکنن یه خانومی که میاد تو و میخواد صحبت کنه موقع که اینه کسی جوابش نمیده حتی یه شبات با بازور بهش میگن چون تو کنیسه محل خوشوبش کردن و صحبت کردن و خصف شارم دیگه لاشونارک به کنار نیست اگه میخوای صحبت کنی پاشو بریم بیرون پاشو بریم تو حیات کنیسا بریم تو خیابون بشینیم حرف بزنیم ولی الانی که اومدی کنیسا محل صحبت نیست و اگه همه خانوما با هم دیگه تصمیم بگیرن که ما صحبت نمیکنیم. کنیم تعنیت دیبور هست دو ساعت اومدیم کنیسا تانیت دیبور هیچ که نداره هیچ به همه به خودشون قول دادن تعنیت دیبور و این بزرگترین برخای زندگیشون هست و هر کسی دیگه که میاد کنیسا میگه چه خبره من این این زنا چرا حرف نمیزنن بهش میگن بعد از تفیلا تعنیت دیبور هست ما بر خودمون قبول کردیم از ساعتی که میایم کنیسا نه صبح نه و نیم هر چی که هست تا ده و نیم یازده هر چی که ساعتی که تموم میشه ما یک کلام حرف نمیزنیم آن نور شب یخ که گفتن تفیلای که شد کلکا چاخ سلامتی کنیم حرف بزنیم حرف هایی که البته به کاوود کنیسا هست و اگر حرف زیادی هست که میبریمش بیرون خب برگردیم به مسئله خودمون اول که شخم چرا باید کشته بشه ما از کوچیکی یاد گرفتیم هممون چون شخم اومده تجاوز کرده به دینا ما حس میکنیم یا اینطوری یادمون دادن یا یاد گرفتیم که خب باید کشته بشه ولی در حقیقت چنین چیزی نیست همونطور که اول صحبت بنده اشاره کردم که دینا در اون موقع مجرد هست و طبق هفت بن نوخ اگر مردی با زن شوهردار بره باید کشته بشه نه با دختر مجرد دوستان گرامی این برای هفت میسوای بن نوح است برای افراد اسرائیل مثل ما هر دختری تامه هست تا اینکه بخواد ازدواج کنه میره میقوه و بعد شب عروسی که براخا گفته شد به شوهرش موتار میشه نه اینکه خصف هم کسی فکر کنه که ما از اینجا یاد میگیریم که دختر مجرد اونهایی که نامزدی میکنن اونهایی که با هم میرن بیرون به هیچ وجه اجازه ندارن نه دست هم دیگر رو بگیرن نه اینکه دارن نامزدی میکنن شب نامزدی بخوان با هم دیگه عکس بگیرن و عکاس میگه اینطوری بیستید و دستتون رو بگیرید و دست گردن هم بندازید اینها مسائلی است که صد در صد آسور هست هیچ گونه ما در بعضی از چیزهای حلاخاییمون مخلوقت داریم که مثلا میشه چنین کاری کنن یا نمیشه چنین کاری کنن ولی مسائلی داریم که هیچ مخلوقتی هیچ راوی نمیگه میشه و مسائل اوروتی که ارایوت هست مسئله زن و مرد هست درش هیچ مخلوقتی نیست و همه ربانیم یک صدا از, از مشربن و علاوه شلوم گرفته تا سلسله وار بیاد به ما برسه هیچ کس اجازه نمیده و کسی به خودش اجازه نده که بگه آره دیگه من با این دختره داریم ازدواج میکنیم یه هفته دیگه یه شب دیگه فرد شب عروسیمون هست و اشکالی نداره به هم در ما دیگه مال هم هستیم ما انگشتر دست هم کردیم تمام اینها ما همه با چشمان خودمون دیدیم که نامزدی ها به هم خورده عروسی ها به هم خورده تا شب عروسی هم به هم خورده و این دلیلش نیست که ما فکر کنیم چون ممکنه به هم بخوره این رو بنده فقط دارم همین طوره میگم کلا ایسور هست که دختر و پسر به هم دست بزنن به هم دیگه آسور هستن دختر تامه هست تا موقعی که بره میقوه برای شب عروسیش و موقعی که براخا گفته شد در جلوی شاهدین و کتوبا نوشته شد اینها به هم دیگه هستند هستن کما اینکه در شب عروسی حتی موقعی که انگشتر رو میخواد به انگشت عروس بکنه هنوز اجازه نداره دست دختر رو بگیره یا طوری انگشتر رو به انگشت عروس کنه که دستش بهش بخوره خیلی آروم دختر میاد و انگشتش رو در جلو میاره و پسر میاد خیلی آروم تا اندازه ای این انگشتر رو وارد انگشت ای، ایشون میکنه و این هنوز تازه شروعی هست که تا برا خود گفته بشه و تا مراسم انجام بشه که بعد اینا به همدیگه وقتی میرن در, در خوپا اون موقع دیگه کتوبا نوشته شده و شاهده امضا کردن و برا گفته شده اون موقع دیگه اینها به همدیگه موتار هستن پس میبینیم که اینجا چیزی که ما یاد گرفتیم واقعا نیست که بگیم شخم چون اومده و تجاوز کرده به دینا نه یه حلاخا ما داریم دین بوشت یکی از مسائلی که در گمارای بابا قما می و در شلخانا میاره اگر کسی آبروی یک نفر دیگر رو ببره حالا کسی که آبرو رو برده کی هست و کسی که آبروش رفته کی هست یه پولی باید بده موقعی که آدم مثلا میگیرم آبروی اه 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 کسی که وزیر هست وزیر کشور هست ببره تا اینکه بیاد آبروی یک کسی که مثلا زغال فروش هست خیلی فرق میکنه و خود کسی هم که آبرو رو برده چی بوده باید مقداری پول بده اینجا یعقوب و وینو یک آدم شخصیت خیلی بزرگی هست شخم کیه؟ خمر کیه؟ اینا یه توی ده کت خدای ده هستن اینا چیزی نیستن پس اینها کاری که انجام دادن تو شه و به بین وقت این هست که دزدی نکن حتی گویم ها این قانون براشون نوشته شده دزدی چه حالا میتونه وسایل باشه چه میتونه انسان باشه و دو نوع دزدی داریم یه دزدی هست که آدم یه لیوان دزدیده خب میگه پشیمون میشه تشوا میکنه اون لیوان رو پس میاره خیلی هم خوب ولی یه چیزی از که آدم میدوزه و یه بلایی سر اون میاره و دیگه نمیتونه پس بده اینها اومدن دینا رو دزدیدن خب اگه کارش نکرده بودن میگفتن این دخترتون ما گرفتیم پس میدیم ولی اینها اومدن تجاوز کرده شخم به دینا یعنی اون دینای قبل نیست الان دینا بیابرو شده پس به خاطر دزدیشون این خیلی مهمه که بدونیم به خاطر دزدیشون بود که باید بود کشته بشن و همونطور که خدمتون گفتم چون که آبروی دینا رو برده بودن و آبروی یعقوب رو برده بودن به خاطر همی روون به شیمون و لوی اجازه داشتن که وسایل و پول و طلا هر چی تو شهر بود بردارن به خاطر پول بوشت یعنی بی آبرویی که برای خانواده مقدس و متحر یعقوب آوینو بود اینها اجازه داشتند که این پولو بردارن و در مورد مردم هم که گفتیم واقعا شیمون و لوی در فکرشون نبود که مردم شهر رو بکشن با وجودی که گفتیم اینا کمک به گناه بودن و تمام اینها رو گفتیم ولی واقعا شیمون و لوی میخواستن برن شخم رو بکشن ولی متاسفانه اینها اومدن جلو و خواستن جنگ رو با اینا شروع کنن و اینا دیگه مجبورن اینها رو به خاطر دفاع خودشون کشتن خب دوستان گرامی این ای و جزوهی بود از سخنان مقدس هاراو اورخیم حقادوش اون دوستانی که بیشتر میخوان تعمق کنن گفتیم فصل سی و چار هست از پاسخ 13 شروع میشه و میتونن بیشتر نگاه و رخی مقادش کنن و این مسئله رو بیشتر کسب کنن زخوت ایشون ماگن هممون باشه همونطور که ایشون قول دادن که کسانی که پیروش ایشون رو میخونن شفا و براخا میگیرن که این براخا مستولی بشه بر تمام جماعتی که گوش میکنن شبات شلوم